شهری که به مهد کشتی ایران شهره است. جویبار و بازارهای محلی که زنده اند و پرتکاپو. که قرار است یکی دیگر از شیرینی‌های سنتی استان مازندران را طبخ نماید. گردوی آسیاب شده حدود 250 گرم. دویست و پنجاه گرم هم برنج که پای ثابت اکثر شیرینی های سنتی مازندرانی است. در آخر هم 250 گرم شکر. نسبت مواد در این شیرینی مساوی است، به جز آب که باید 5 یا 6 برابر مواد دیگر افزوده شود. هرچه آب بیشتری اضافه کنیم، زمان طبخ این شیرینی طولانی تر می شود و صد البته جا افتاده تر شده و خوش‌طعم تر می گردد. حالا کار طبخ شیرینی آغاز می شود.
پختن این شیرینی نیاز به مراقبت و هم زدن بسیار دارد و پخت آن ساعت‌ها طول می‌کشد. وقتی که شیرینی شکل ژله‌ای به خود گرفت، دیگر آماده شده. اما هنوز سه مرحله دیگر باقی مانده. پس از قوام آمدن شیرینی باید بلافاصله آن را پهن نمود تا قبل از سرد شدن با قطری حدود 1 یا 2 سانتی متر و 1 نواخت به طوری که کل سطح ظرف را پر کند. شیرینی حالا باید 1 روز هوا بخورد تا بافت دلخواه را پیدا کند. و حالا مرحله برش. این شیرینی یکی از قدیمی ترین شیرینی های سنتی مازندران است که امروزه تقریبا تعداد کمی از بانوان مازندران قادر به طبخ آن هستند و طرز تهیه آن را می دانند. پس از آنکه شیرینی را به لوزی‌های کوچک موازی تقسیم کردیم، باز هم باید حدود 12 ساعت صبر کنیم تا هوا بخورند و کاملاً خشک شوند. این سیو حلواست. یکی از خوش‌طعم‌ترین شیرینی‌های سنتی مازندران. شیرینی کهن که از قدیم الایام به یادگار مانده. سیو حلوا یا حلوای سیاه، طعمی ناب از سرزمینی همچو بهشت.